سلام از میکنم خدمت دوستان عزیز بریم سراغ ادامه دوره و یه نکته رو فقط قبلش بگم من پروژه قبلی که داشتیم انجام میدادیم یه تو جلسه قبل و یه تغییراتی بهش دادم دو تا تغییر دادم که استایلش رو کامل عوض کردم و یکم یه گزینه فیلتر اینجا اضافه کردم بر سال چون نیاز داشتیم بهش و دیگه نخواستم یه تغییر ویدیو جای زب کنم بابت این گزینه میتونید فایل کامل این پروژه رو تا اینجا رو از این لینک دریافت کنید که خیالم راحت باشه با همدیگه دیگه داریم میریم جلو و از اینجا به بعد و انشالله دیگه تغییری نمیدم پس پروژه قبلی رو کنار بذارید این فایل رو کامل دانلود بکنید از زیب حالت زیب در بیارید میشه پروژه جدیدتون همین چیزی که الان دارید میبینید خب بریم سراغ درس این جلسه‌مون و حالا دو سه جلسه آینده هم میخوام راجع به این موضوع صحبت کنیم اون هم اینه که ما یه مفهومی داریم توی ریاکت به نام رندر کردن لیست یا لیست رندرینگ یه چیزی که تقریبا میتونم بگم تو هر پروژه استفاده میشه شما یک آرایه ی از المان ها دارید میخواد به ازای هر عنصر داخل اون آرایه یه چیزی تو صفحه نما... ایجاد بکنید الان دقت بکنید ما چهار تا آیتم اینجا داریم که اینا هر کدوم یک اکسپنس آیتم بودن اگه یادتون باشه خب که من اومدم چهار تا ازش درست کردم بیا اگه بیام توی کدم تو اپ تا جی اس من چیزی داشتم به نام اکسپنسز درسته که لیست آیتمایی که من داشتم این آیتمایی که بود رو به عنوان ورودی داره میگیره خب بریم داخل اکسپنسز من ساختار پروژه رو متفاوت کردم باید چهار کنید تغییر دادم اکسپنسز این نه این نیست اینه تو اکسپنسز میاد چیکار میکنم به ازای هر آیتمی که دارم تو ورودی می‌گیرم یه دونه اکسپنس آیتم درست کردم ولی دستی این کار کردم چهار تا دستی یه ایراد اینجا وجود داره فرض کنید فرد روزی یه دون آیتم به این اضافه شه یا دو تا اضافه شه یا سه تا اضافه شه اون وقت من مجبورم بیام دستی اینجا به هر کدوم یه اکسپرس آیتم درست کنم که اصلا کار منطقی نیست این ایراد اولشه ایراد دوم چیه یه حجم زیادی کد رو هی دارم تکرار میکنم کلا بچا توی ریاکت هر جایی دیدید دارید یه چیزی رو تکرار میکنید بدون مسیری دارید اشتباه میرید اصلا نباید تکرار داشته باشید باید با حداقل کد بنویسید پس اینجا که من اومدم چهار تا اکسپنس آیتم گذاشتم قطعا دارم اشتباه میکنم نه که کدش کار نکنه کد کار میکنه ولی از بابت تمیزی کد و صحیح نویسی اشتباس خب چجوری باید اینو درست بکنیم من باید اون آیتم هایی که به عنوان ورودی اینجا گرفتم روی این یک مپ بزنم و به ازای هر آیتمی که داخل این قرار داره یه دونه کامپوننت اکسپنس آیتم خروجی بدم بعد چی کاری بکنیم پس هر جایی که شما میخواستی یک لیست درست بکنید باید از مپ استفاده کنید میگم اون پراپس به عنوان ورودی اومده یه آیتم داخلش هست برو روش مپ بزن به ازای هر اکسپنسی که داخلش هست یا هر آیتمی که داخلش هست میخوام چیکار کنیم به ازای هر اکسپنسی که داخل اون هست میخوام یه دونه کامپوننت اکسپنس آیتم برگردونی این اکسپنس آیتم یه سری ویژگی رو باید بهش پاس بدم اینا رو از تو این میارم یا کنید دقیقا بچه ها همین رو کپی میکنم فقط تغییری بدم میشه چی بچه ها به جای این یه تیکه میشه این یعنی گفتم برو به ازای تک تک اینا اینا های کدومی اکسپنسه یه دونه اکسپنس آیتم درست کن تایتلش میشه اکسپنس دات تایتل دات حالا دیگه نیازی هست اینا رو داشته باشم همه رو میتونم پاک کنم چقدر کدم کمتر شد ها از اون همه کد تبدیل شد به و به داینامیک هم هست یعنی اون آرایم هر چقدر عنصرم بهش اضافه بشه مهم نیست من اینجا براش درست میکنم به صورت خودکار این میشه رندر کردن لیست داخل ریاکت خب حالا میخوام تو این قسمت چیکار بکنم حالا که این به صورت داینامیک شده میخوام از این منوی این بالا استفاده کنم یه دونه اکسپنس جدید که اضافه میکنم ادو میزنم به این لیست اضافه شه خب برای این کار باید چیکار بکنم الان اکسپنس های من بر اساس این آراهیه درست میشه درسته و اون اد اکسپنس هم که اینجا گذاشتمش که فعلا فقط یه کنسول لایک میکنه هیچ کار خاصی نمیکنه اول باید یه استیت تعریف بکنم این اکسپنسال ها رو بریزم تو استیت بعد توی این اد اکسپنس هندلر هم استیت هم آپدیت بکنم که صفحه دوباره رندر بشه اول اینو از این دور میدارم بیارم میذارمش بالا اسمش هم میذارم دامی اکسپنسز خب بعد از اینجا یوز استیت هم میارم چون قراره که دقیقا استیت تعریف کنم نیاز به یوز استیت دارم خب استیت هم رو تعریف میکنم کانست اکسپنسز ست اکسپنسز مصاریس با یوز استیت چی به عنوان ورودی اول مقدار اولیاش میدم همین دام, دام اکسپنسز اینو به عنوان مقدار اولیه بهش میدن خب حالا اینجا وقتی کاربر من تو اون فرم اون بالای صفحه اطلاعات یک اکسپنس جدید رو وارد کرد میخوام چه اتفاقی بیفته میخوام به اون لیستم اضافه بشه به این صورت می نویسم set expense اکسپنس جدید اکسپنس قدیم هم اسپ با اسپرد اپراتور ها اینجا میرزمش اینجا به این خب پس مقدار قدیم رو میرزم اینجا اون جایده رو میذارم اینجا اگه جایده رو اینجوری بنویسم بچه میره اول لیست اگه این رو اینجا وردارم بذارم اینجا میره آخر لیست با خودتونه اینکه کجا بذارید با خودتون رو من ترجیم میدم اول لیست باشه میزنمش اول لیست یه این نکته رو اینجا بگم اگر خواستید استیت رو آپدیت بکنید و قرار بود به مقدار قبلی وابسته باشه بهتر بچه این شکلی ننویسید الان من به مقدار قبلی استیت اینجا وابستم میبینید بهتر این شکلی ننویسید اینو اینجوری بنویسید یه چیز داریم به نام پریویوس استیت یا پریو اکسپنسز ریترن بکنه اکسپنس جدید یک دو سه به این صورت بنویسید این کلین تر استلم که به این, به این صورت نوشته باشه اگر قرار بود استیت رو آپدیت بکنه به مقدار قبلیش وابسته باشه خب الان پس من یک اکسپنس جدیدی که کاربرم وارد میکنم میگیرم است... استیت رو آپدیت میکنم خب بریم یه چک بکنیم خب خب چی بنویسم؟ مثلا فود مقدارش هم میذارم سی و دو مثلا ممیز پونزده یه تاریخ هم بهش میدم اینجا اضافه شد کاملا به صورت خودکار اومد اینجا اضافه شد خب یه نکته میمونه فقط هر جایی که شما دوستان دارید مپ میزنید خب احتمال بروز یک خطایی وجود داره یک وارنینگ بهتره بگیم من پاک کنم یه رفرش کنم این خطا چی اینجا آها اینو می‌خواستم بچه این خطا رو هر جای دیدید بدون ربط داره به مپ شما هر جای مپ استفاده کرده باشید از این خطا میبینید چی داره میگه میگه تو اومدی روی آرایه ای مپ زدی به ازای هر آیه داری یه دونه آیتم درست می‌کنی درسته هر آیتم تو باید یک کلید منحصر به فرد داشته باشه یعنی هر کدوم از اینا باید یه دونه کلید داشته باشن اگر کلید نداشته باشن اشتباهه اینجا بهتون وارنینگ میده این کلیده به چه درسی میخوره؟ اگر جلوتر شما مثلا مثال میزنم بخواید این آیتمه رو پاکش بکنید یا آپدیتش بکنید نیاز دارید که کلید داشته باشه اگر کلید نداشته باشه از کجا میتونه ریاک بفهمه که شما کدوم رو آپدیت بکنید پس اگر کلید نداشته باشه ریاک متوجه نمیشه که کدوم یکی از اینا شما میخواید پاک کنید یا آپدیت بکنید پس هر جایی که دارید مپ میزنید هر جایی که دارید مپ میزنید باید این آیتمتون داره یک کلید منحصر به فرد باشه پس بعد اینجا یک کلید من اضافه بکنم مشکل برطرف بشه کلید باید منحصر به فرد باشه چی دارم تو این لیستم که منحصر به فرد باشه یه چیز دارم به نام آیدی میتونم از این آیدی استفاده کنم خب میگم داد آیدی خب نیا کنید وارنینگ گرفت پس هر جا که شما دارید مپ میزنید باید حتما یک آیدی داشته باشید یک کلید داشته باشید حتما و حتما خیلی خوب بریم بیایم ادامهش بشه جلسه بایدی فیلن خلاص